اللهم صل الله محمد و محمد اعوذ بالله من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هر ادب احترام و تسلیت این خب میدونم خیلیاتون راجب انتخابات سوال دارید و حتی شاید ترجیحتون اینه که راجب انتخابات صحبت بشه چشمونو به وقتش صحبت میکنم یه خورده الان فضا احساسی و هیجانیه بذارید یه خورده فروکش بکنه توی فضای منطقی حالا میگم یه مقدار فروکش شد یه روز دو روز دیگه ها بریم چه خورده عاقلانه تر بشه فضا معقول تر بشه و صحبت بشه و حتما اون صحبت میکنم منتها خب بعضا شاید اصلا جاش شا هم اینجا نباشه شاید اصلا یه گفتگوی دو طرفه به طلبه شاید نمیدونم باید به شکلش هم فکر کرد ما دو سال گذشته راجع به شبکه سازی شیعه صحبت کردیم عزیزانی که اون صحبت ها رو گوش کردن تو دو سال گذشته یعنی میشه 20 جلسه شاید امروز حتی متوجه سری همین مسائل انتخاباتیمون هم شده باشه چون اونا ریشه است دیگه و اونجا عرض کردیم اهل بیت علیهم السلام از یک فضای به شدت امنیتی پر زد و خورد و کشتار یعنی صقیفه آرام آرام شروع کردن کار کردن در عرض 250 سال جامعه را به یه مرحله رسونن که خود شیعه بتونه کار خودش رو پیش ببره همانطور که میبینید بدون بودن ولی معصوم یعنی امام معصوم قایب است شیعه یک جای اموراتش داره میگذرن هرچند نقدایی به الانمون داریم سال اول راجب به این صحبت کردیم که این شبکه اهل بیت چطور بود خیلی به شبکه وکالت نپرداختیم چون راجع به قبلا عزیزان دیگری صحبت کرده بودن و به اون ساختار و سازمان سری شیعه پرداختم که چطور اهل بیت سازوکارهای مختلف و عجیبی داشتن برای ارتباط با شیعیان چطور اینا رو پرورش دادن شبکه مالیشون چطور بود شبکه مکاتباتیشون چطور بود جوهر مخفی داشتن خط مخصوص خودشونو رو داشتن جاسازی که اینا رو قایم کنه اینا رو داشتن همه هم شما از طور روایات مثال رو قبل براتون زدیم سال دوم حاجب صحبت کردیم خب حالا در عصر غیبت بله سال دوم راجع به صحبت کردیم که حالا در عصر غیبت چه کار باید کرد اینکه این شیعه باید چطور باشه گفتیم اینو ما داریم آموزش میبینیم به صورت ناخداگاه متوجه نیستیم دارن یادمون میدن با یک کار عمومی مثل این پادگان ها که هر روز صبح بگیر به من پاشو بیا شیپور نمیدونم صبحگاه این همیشه آماده باشن هر روز اسلحه رو میدن دست سرباز دستش دوباره ازش میگیرن گلوله رو میشمرن هر لحظه آماده جنگن خوب که فکر میکنیم اینیم کدوم رفتار روزانه ماست که ما رو برای این کار آماده نگه میداریم میبینیم نمازه و گفتن آقا نماز بخونید پنج بعده حالا ما این تو سه نوبت میخونیم اهل سنت تو پنج نوبت هم میخونن میشینی می دوباره از آن میگید من هر چی خیلی عجیبه چون اینا دارن میچرخن طواف میکنن دور کعبه متوقف کردن اینا خیلی کار سختیه از همون ردیف اول شروع میکنن وایس دادن کلی هم زد و خورد دورها. ها یعنی میفته رو اون میزنه اون پای اون رو لغت میکنه اصلا یک وضعیه تا حالا جمع کردن نماز رو دوباره نماز عصر <تصفح> همینجوری خدمت شما عرض بکنم که همین شیه تو سه نوبت و گفتیم چندین نکته تربیتی تشکیلاتی داره اینا رو گفتیم این شب اگه اجازه بفرمایید یه بخش اینا رو مرور بکنیم تا بالا بیا تو ذهنمون تا شب آینده بتونیم ادامه بدیم خب گفتیم بعد غیبت کار سخت شد چون شیعیان چند گروه شده بودن ارتباط با مبدع قد شد با امام منصوم فرقای شیعی شکل گرفت که بعضیشون با غیر مسلمان هم ارتباط داشتن مثل شیش امامی ها اسمایلی ها که با مسیحی ها ارتباط گرفته بودن فاصله جغرافیایی خیلی موثر بود مثل امروز شبکه های اجتماعی نبود از حال هم خبر داشته باشن یکی تو مصر بود یکی تو نیشابور چطور میتونست این اتفاق بیفته؟ خیلی پیچیده بود حکومت ها به شدت صفاک و به دنبال قلع و غم کردن این شبکه مخفی بود کد داشت نماد داشت مثلا نوع انگشتری که شیعیان دست میکردن دیگه از انگشتر هم میفهمید از اینکه بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند میگفتن مثلا سر سفره نشسته بودی میدی طرف غذا که میخواد بخوره بسم الله الرحمن الرحیم بلند می بلند میگه بعد نگاه می کردی ببینی به بالیمین داره یا نه خاتم دست راستش انداخته یا نه حدس میزدی که احتمالا شیعه باشه آدمایی بودن مردن نمازشون رو به نماز اهل سنت خوندن زنش نفهمه چیه بوده عجیب تاریخ گم کنیم. این بابا ما بازی داریم میکنیم سختی هایی کشیدن در کتاب هایی که از امام معصوم خودش شنیده بود نوشته بود ریختن تو خونه چال کرد توی باخچه رفت هفت سال اشت سال چقدر برگشت و به خواهرش گفت رفت سراغ کتاب ها خواهرش گفت من ترسیدم فردا شما خونه رو تفتیش کردن گفتم دیر یازود اینا پیدا میکنن کتاب رو درآوردم آوردم بردم دارم چیکار کردم خیلی سخت بود شرایط میگرفتن واقعا تیک بزرگت گوشه بود خیلی عجیب انگیزه های فراوان مالی شکل گرفت در برخی برای اینکه تشیع و زمین بزنن برخی از نواب برای اینکه پول جمع میشد از شیعیان میرسید به امام خودشون رو نائب اصلی جا میزدن برای اینکه پوله رو بگیرن دیار. بعد برای اینکه اون پوله رو پس ندن مثلا تو واقفی عرض کردیم دیگه نام گفتن که نه اینجوری نیستش امام کاظم شهید نشده غیبت کرد دوباره برمیگرده هر موقع برگشت من پولا رو به او میدم به امام رضا نداد پولا رو بالا کشید طرف الان یه سری دزدی میکنن اختلاس میکنن تعجب نکنید طرف چش تو چش امام معصوم بوده دزدی میکرده تعصبات وجود داشت من اسم نمیتونم براتون ببرم برادرای من میگم ماجرا رو میگم یکی از بهترین یاران اهل بیت که همه او رو سقه میدونن رجالیون ما او. کسی داره شک نداره نه از نزدیکان کسی که معجزه تعریف کرده سه تا چهار تا امامو دیده زمانی که امام جواد علیه السلام به شهادت رسید کسی نمیدونه زمان بعدی کیه خادم برگشت گفتش که من میدونم که حضرت سه تا چهار تا نامه نوشت به سه چهار نفر و تو اون معرفی کرده من نمیدونم که اما نامه رو خود من بردم رسوندم خب حالا بعضیشون شهر دیگه بودن یه خورده دارم چیزش میکنم قصه رو امروزیش میکنم گفتن خب این آقای فلانی آقای ایکس که همین شهر خودمونه که رفتن آوردنش گفتن تو همچین نامه گرفتی فیلم کن چی که ما بعدی کیه اون نه غلام برگشت که خدا گواهه من خودم نامه رو بشت دادم شروع که قسم پردن اون نه نامه رو هیچی نمی. سه روز ساکت بود تا اینکه اونا برسن نامه های شهرهای دیگه به تاخت فرستادن برم بیرن بعد سه روز گفت راست میگه گفتن برای چی این کارو کردی؟ گفت دوست نداشتم یه غیر عرب خبر امام جدید رو داده باشه همین چی شد؟ این اون سندروم هاشمیه اون بعضیشون داشتن یه خودبرتربینی در برخی از همین بنی هاشم بود که اینا بعضیشون جلو اهل بیت استادن طرف مادرش از بنی هاشم بود باباش هم امام بود طرف برادر امام اصومه ها اما برادرش که امام اصلیه مادرش کنیزه سختش بود قبول کنه اومد گفت امام بعدی منم بگید بدونید که شرایط بسیار تن الان در همین انتخابات خودم یه خورده تأثبات نجادی رو شما دیدید میبینید چطور تغییر میکنه همه چی؟ کار با نتیجهش ندارم اما خواهم بفهمید سنس کنید حالا برو 1400 سال پیش تو تأثبات اوج تأثبات عربی فکر شما میتونید به همین سادگی عربی که با استوره ها و افثانه های جاهلیش اخت شده رو جدا بکنی از اونها میگه این و از زالینش این ایرانی ها بلد نیست بگه اون خادم معصوم ایرانی بود زارن این ایرانی و از زالینش درست بلد نیست بگه این نباید خبر امام جدید بده یوم و برکتشو من نمیخوام کار توسط این انجام شده باشه ولی که خودمون میگه اینا رو این؟ نه ما مشکلات بنیادین و مبانی و عقیدتی داریم که این اتفاق سرمون میفته اینا حل نشده گفته نشده برای مردم که بخواد حل بشه کجا گفته شده اگه گفته بودن من میومدم از اون ور تهران ماشه نماز مغرب خواستم اینجا بخونم گفتم نمازم شکسته است یا نه <applause> پا شدن بیام بعضیتون از این ور ور شهر بلند شید بیاد اینجا که همینا بخواید جای دیگه تو کتاباتون میاد تو تلویزیون بود که همونجا میشید بیکار بشید جمع شید بیاد اینجا انگیزه های نفسانی و حب جاه و مقام وجود داشت آقای شلمقانی از اصحاب غیبت سقرای امام زمانه 17 تا کتاب براش ذکر کردن میگن به قلوب گرایش پیدا کرد منحرف شد پیروانی پیدا کرد بهش میگفتن شلمقانیه یه فرقه شد حسین ابن روح اینو ردش کرد در توقی از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که شیعیان رو به بیزاری جستن از او توصیه کرده بود چرا؟ چون انتظار داشت نیابت امام زمان به او واگذار بشه اما وقتی به حسین ابن روح واگذار شدن چیکار کرد؟ حسادتش گل کرد. خراب کرد چی خیلی, خیلی حرفه ها خیلی حرفه تو ارتباط با امام معصوم داشته باشی یا حسادتت گل کنه بر همین یه کسی مثل حضرت شاه چرا خیلی صاحب شعن و مقامه ایشون مادرش هم قریشی بود ام احمد ادعای امامت کرده بود گرفته بود شک نکنید کلی هم توصیق از امام پدرش داشت از بن جعفر حافظ قرآن مفسر قرآن مثل اسماعیل دیگه بعد از امام صادق فرق درست شد اسماعیل زودتر فوت شده بود اما آقا احمد ابن موسا شاه چراغ در شیراز دفنه ایشون اومد همون اول اعلام کرد که گفت هم مادرش اون محمد هم خودش گفتن آقا ما هیچ این بر نیدون امام یکی دیگه است باید تو شرایطش گیر کنی باید ببینی برگه ریاست جمهوری داره به نامت در میاد خب به جا و مقامه مگه به این سادیا میگذری مگه به این سادیا میری کنار سخت علکم هم قضاوت نکنید کسی و تو هم باشی همینه احتمال زیاد آدمه گفتیم نماز خصوصا جماعتش که مستحب معکده تاکید شده است میگه همسایه مسجد نماز فرادا نداره باید بیا تو مسجد نماز بخون لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد الصلاه و جماعه حتى على راس زوج میگه سر نیزه اید نماز جماعت بخونید دو نفر دیگه جلو تو مسجد نماز بخون پس این اهمیت این تاکید و این که ما توصیه شدیم به نماز به برپا داشتن نماز هی hey, اقم الصلاه اقام الصلاه اقم الصلاه یه خبری هست دیگه نمیگه نماز بخونید میگه نماز برپا بدارید یه کاره قرآن میگه بخونید قرعه استفاده میکنه یعنی خوندن اقامه یعنی برپا داشتن قیام کردن بعد یهویی روایت از معصوم داریم که منظور از نماز مایی عجب نحن السلات فی القرآن انا السلات امیر المومین فهمونم چون یه ما میفهمون ما نماز تو قرآنیم ولایت ماست یعنی همین ظاهر نماز درسته اما این ظاهر نماز باید یه باطنی داشته باشه که ولایت اهل بیته برای همین اونه که تنها عن الفحشاء و المنکر از فحشا و منکر باز میداره والا دو دا... کم نماز نخوندن خب الان این چند تا ویژگی داره یک این نماز جماعت حتما باید امام داشته باشه یعنی تشکیلات شما حتما باید رهبر داشته باشه هر جا تشکیلات درست کردید باید مشخص باشه اون در خانه اگر کس هست یک حرف بس است مدلش چیه اگر این کار نکنید یقین کنید دوچار اختلاف خواهید شد یقین کنید خواهید شکست یقین کنید دوچار مشکل خواهید شد تردید نکنید این میشه که شما بینید مثلا چون کسی تمام کنندگی حرف آخر زدن نداره همینج میشکنن شقه شقه میشن دو اون رهبر تشکیلات هر نخاله ای نباید باشه باید عادل باشه تو نماز خودتون بگیرید دیگه این طرف بالغ باشه عدالتش مهم عالم خدمت شما عرض بکنم تو خیلی دیتیل داره دیگه تا حلال زادگی نمیدونم چه 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 اینا رو گفتن برای امام جماعت یعنی شما باید بهترین رو بگذارید اون بالا سه همه سکوت میکنن تا اون نمایندگی کنه تشکیلات. او هم دو سوره رو میخوره شما ساکت میشه چهار این تشکیلات باید حتما یک رسانه ای داشته باشه که تمام ارکان این شبکه اجتماعی رو مرتبط و آگاه کنه اونم مکبرشونه مکبر باید امام آگاه کنه از اون کسی که دیر اومد مکبر باید جمع آگاه بکنه که امام چه حرکتی انجام داده امروز الان ترکو مونده بلند شده هرچین جمعیت بیشتر صدای این مکبر مهمتر جز اینه در همه جا همینه یعنی شما با نماز جماعت اینو تمرین میکنید انقدر مهم است که اگر دو نفر بودید با هم کار تشکیلاتی کنید دو نفر بودید یکیتون جلو بایست نماز جماعت بخونید قرآن میگن تقوم لله مثنا و فراده. اصل بر دو نفر دو نفر هم بودید شروع کنید بزرگترین شاعره یک امام یک معموم مورد هفتم به خاطر چند نفر بعضا سب میکنی کل جامعه رو نگه میداری تا بقیه برسن وظیفه داره امام تشکیلات و این شبکه و تشکیلات که باید صبر بکنیم تا همه برسن و ما شما دو هزار نفر نگه می دارید. برای سه نفر دارن به رکوع میخوان خودشون برسونن تو نماز جماعت این جماعت وایسته یه مسئله برای یه ده از جامعه حل نشده امام جماعت باید بیسته اون تشکیلات رو نگه داره اون مسئله برایشون جا بیفته بعد برن همین تو تخت گاز بری برمیگردی اینه علی مونده حوزش برمیگردی اینه دو نفر هم پشتت نیستن تو اون جامعه بعضی ما به خود من دیدم بعضی دید از دوستا توندن یعنی که نه بریم دیگه این کار انجام بدیم فلان بکنم میگم نه زود باید قشنگ برای جامعه جا بیفت حس کنن به گوشت و پوست و سخون بعد بیان وگرم میگن نه بعد حجت برایشون تموم بشه شکلگیری این جماعت مورد هشتم اینه که به معنای رخوت در معمومین نیست به غیر از حمد و سوره بقیه از کار گفته میشه این میگن یعنی چی یعنی توی حرکت آهنگین جمعی و منظم مثل این ماهی های کوچیلی که کنار همدیه قرار گرفتن حیبت یه نهنگ رو درست میکنن از دور کوسه نزدیک نمیشن اجازه بدید که افراد وظایف شخصی خودشون انجام بدن این به این معنی نیستش که دیکتاتوری حاکم بشه بر اون فرد نه یک جای اون رهبر تشکیلات نمایندگی میکنه هم دستور رو میخونه اما دیگه تو قنوت اینا آزادن هر چی خواستن میگن توی رکوعی که خواست دوست 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 سه بار بگه سبحان الله یکی دوستش بگه سبحان ربی لازمه و به همده اشکالی نداره به جامعه آزادی بدید حس ربات بودن پیدا نکنن آدما ربات نیستن دیدم عروسه عروسکی بود گفتن چینیه نمیدونم نماز می‌خوندن نمیدونم دیدید نه تو این شبکه‌های اجتماعی دیدیم همین تونتون میخون دیگه هر یکی به شوخی نوشته بیا که اینا گرفته باباش مرده از اینا گذاشتیم بابا نمازه نماز باباشو بخونه خدا وایس ریکوردر که نمیخواد که این حسه باید برطرف باشه. مورد بعد اینه این که فراموش نکنید حضور شماست که به این تشکیلات ابهت میده به این نماز شعنیت میده نمازی که هزار نفرن یه معنی داره نمازی که ده هزار نفرن یه معنی میده نمازی که صد هزار یه معنی دیگه داره میگن ببینید امام جماعت کیه که فلانی هم پشتش وایستده مرحوم کاشف القطاع رو میگفتن مراجع میومدن صف اول وای پشت پشتش نماز بخونن اینه دیگه تهارت و پاکی فکر با نیت کردن تو نماز وقتی که شما نیت میکنی که جز خدا کسی نیست این فکر این جامعه باید متعالی باشه جامعه ای که دنبال ببخشید شکم و زیر شکمه ازش کار متعالی نخواهید این رو محکم ارز میکنم میترسم بخش از بخشای صحبتان بمونه بدونید ادهی در کشور خود ما به عنوان متأثرین جریان نظام سلطه و غربی را حالا میخواد غربگیرا باشه میخواد شرقگیرا باشه هر کوفتی اینها با هر اراده ای که این اراده متفاوت از اون اراده جهانی باشه برخورد میکنند چون اون اراده جهانی نگاش تعالی نیست اصلا همه انسان ها ابزارهای تولیدن برای همین تو کرونا اینا شادی میکردن که پیرمرد پیرزنا میمردن میگفتن جماعت مصرف کننده دارن تو کرونا میمیرن کسایی که حقوق بازنشستگی مفت میگیرن دارن میمیرن اینا تا کی خوب بودن تا اون موقع که تولید میکردن کمک میکردن به تولید خوب بودن از الان به بعد مصرف کنید بمیرن خوبه اینجوری میگفتن فکر جامعه اگر متعالی نباشه اولا که کل بل هم از حیوان بدتر عمل میکنه برای همین اینها همیشه اینو بدونید هیچ وقت چند روز پیش من جای گفتم نوشتم در واقع هیچ وقت اجازه نخواهند داد مردم ایران مسائل مالیشون ریشه ای حل بشه نخواهند گذاشت با عربستان مشکلی ندارن با قطر مشکلی ندارن و با کویت و امارات مشکلی ندارن چون از اون جامعه امیدی بر نمیخیزه با مردم ایران مشکل دارن جی دی پی قطر صد برابر هم بشه انگار نه انگار درک اما مردم ایران رو همیشه میخوان توی حد بخور و نمیر نگه دارن که اینا نتونن به مسائل متعالی فکر کنن شما میدونید دیگه تمدن ها کجا شکل گرفت جایی که مسئله قضا اول حل شد مسئله قضا که حل شد شما تمدن میبینید مثلا در بین اسکیموها نمیبینید چه تمدنی چیکار کرده سه هزار سال دیگه هم میگذشت اینا همون خونه یخیر میساختن قضایی نیست سرماست نور نیست گرما نیست اما تو بین اینو نهرین شکل میگیره در ایران شکل میگیره در مصر شکل میگیره چرا؟ چون نیل داره چون اینجا دجله و فراد داره چون خوزستان کارون داره وقتی قضا مسئلهش حل شد دیگه کسی نمیگه بابا تو هم دلت خوشه به فکر نون باش که خربوزه آبه از این حرفا نمیزنه چینی ها وقتی به هم میرسن احوال پرسیشون اینه جمله چینی که میگن معنیش اینه امروز غذا گیرت اومده؟ امروز صبونه گیرت اومده؟ این احوال پرسیه مثلا ما میگیم دماغ چاقه؟ عربا میگن اشلاونک رنگ چجوریه؟ این معلومه رنگ پوست رنگ رخصه رو نشان میده از سر در ق... چی بوده؟ این مریضی داشته؟ غذا گیرش اومده؟ نه اومده؟ یه عراقه میگن اش لون رنگ چیه چجوری چینی ها غذا نداشتن اینا که دیدی که هر چی که پا داشته باشه جز میز میخورن هر چیز هم به پره جز هوا ما میخورن همه چی میخورن چرا خدا توفیقتون کنه زیارت چین نصیبتون بشه بله اینا ایران اینطور میخوان چرا؟ چون مردم ما فکر متعالی دارند روی کرده تمدنی دارن میخوان دنیا رو تغییر بدن برمیگردم یعنی آی اسرائیل به تو چه اونجا داری برای چی داری ظلم میکنی؟ چون این روی کرده دارن با این مشکل دارن با کشور دیگه نه بیا این سعودی ها رو تا خرخره قرقه در پول کن از اندیشه وقت یاری مظلوم در نمیاد تمام وقت خودتون تلف نکنید جز علی و اولادش جای دیگه نرید چیز در نمیاد این اینطور میخوان کشور اینا میگن بیا ما رو درگیر طوری برجامی نگه داریم بیا دو میلیارد دلار بگی اینو بده 5 میلیارد دلار بگیر اینو بده 4 میلیارد دلار بگیر سا ماه یه میلیارد دلار فقط خرج نهادهای دامی که ما وارد میکنیم کفش <تصفح> یعنی اصلا میگنیم چی بابا این فقط داره پول به قول خورده امروزیش کنم کایونچه کایونچه گاو گوسفندات فقط داره میده تو دیگه بیشتر از اون فکر کنی میخوان ایران رو مستهلک نگه دارن دیگه مجبور بشی از مایه بخوری خاک تو تموم کنی آب تو تموم بکنی نفت تو تموم کنی گاز تو تموم کنی بعد میبینید که کشوری که دارنده منابع بزرگ انرژی تو گاز مشکل پیدا کرده تو بنزین مشکل پیدا کرده تو برق مشکل پیدا کرده آه؟ تو آب مشکل پیدا کرده عجیب نیست براتون چون یک اراده جهانیه میخواد محکم. به من امروز توییتی زدم توییت سه سال و نیم پیش هم آوردم بالا گفتم سه سال و نیم پیش بهتون گفتم یه روز این آقا میاد سه سال و نیم پیش جز اینه نگفتم گفتم تبریک هم عرض میکنم آم. هر کسی هم که با دکتر پزشکیان رأی داده من مخلصش هم هستم رئیس جمهورمون از مت کمکش می‌کنیم خب او یه بحثه اما یه بحث دیگه چی گفته بودم گفته بودم سه سال نیم پیش پزشکیان و کاپشن احمدی نژادی پزشکیان و حافظ نهج البلاغه پزشکیان و پوپولیزم پزشکیان و جلب رأی ترک هایی که معتقدند از دهه 60 در رأس قوه مجریه قرار نگرفتند پزشکیان و پشتیبانی لابی پزشک سرمایه داران پزشکیان تحت پزشکیان تحت حمایت تکرارچی بعدش چند وقت بعد دیدم اینا دارن تحلیل غلط میدن اومدم دوباره همونو کت کردم نوشتم کمی صبور باشید تا نتایج تایید صلاحیت‌ها بیاید و فعلا خیلی خودتان را درگیر لاریجانی نکنید هست دیگه هم تو اینترنت بعد یه خب تو که میدونستی بعدش تو گفتم من یقین داشتم احتمال بسیار زیادش پس چرا اومدی و با... گفتم آها برای اینکه اون اراده شکل میگیره اراده یک سری از مردم که برخلاف یک سری اراده های دیگه میخوان کارشون رو پیش بره این به اندازه ده تا ریاست جمهوری میارزه میارزه اندازه ده تا ریاست جمهوری میارزه منوزه صد تا ریاست جمهوری میارزه نمخواه اراده دشمن دنبال این اراده مردم سوس بشه اده در داخل هم اثر ناآگاهی شونه برای همین کسایی که مبانی دینیشون قوی نباشه درست سیره اهل بیت نخورده باشن نمیگم نخونده باشن نخورده باشن یعنی باید حزم کردینو تو این فتنه های آخر و زمانی اشتباه تصمیم ممکنه بگیرن پس رویکرد متعالی جامعه بسیار مهمه همون تو که نیت خیلی مهمه دو رکت نماز میخونم رئیس اداره ببینه ببینه قربتن الالله قربتن الالرئیس دیگه الالله نیستش که قربتن الا رئیس اداره قربتن الا فلانی و همانی گویا رو نماز میخوندی ازش تعریف میکرد گو ما ماشاءالله دختر ما که اومدید خواستگاریش نماز شب خونه نمازشو سر وقت میخونه خیلی عابد زاهد اینم سر قنوت بود یه بچه گفت تازه روزم هستن، اوروش تا توت میشم فکر جامعه باید متعالی بشه برای همین ما تمرین میکنیم بعد آماده ی اون روز اصلی نبرد باشیم هر شما همین هنگه منور برگذار میکنم تهارت و سلامت اقتصادی اون تشکیلات و اون جامعه برای همین در نماز جماعت اگه نخ دکمه پیرهنت قصبی باشه نمازت باطل نه لباست نه جات نخ دکمه پیرهنت انقدر حق و ناس مهم مورد بعدی تهارت و زیبایی و آراستگی اون جامعه و تشکیلات اون تشکیلات که داریم زیبایی داشته باشه جذاب باشه برای مردم بلاخره میگه علف باید به دهن بزی شیرین بیاد دیگه شما جذابیت ها رو از خود دور کنی بعد انتظار داشته باشی که چی؟ مردم جذبت بشه بابا میگن این روز امام رضا علیه السلام برای چی داره میخونه؟ رفتم جلو ازش پرسیم آقا چیه؟ با برای شیشه عطرم دارم معوضت این میخونم معوضت این سوره ناس و فلق گوچ برای چی؟ بابا چشش نزنن <تصفح> شیشه عطرم خیلی خوشگله دارم برش میخوام میخونم چشش نزن نشکنه یعنی اینجوری بابا عطرباز بودن <تصفح> یه گل میدادن که کنارشون رد میشدی تهارت پاکیزگی بابا 1400 سال پیش کجا صحبت مسواک بوده صحبت استهمام بوده صحبت غسل بوده صحبت پاکیزگی بوده میکروب نمیتونسته به اینا به فهمون اینا شیطان داره این <تصفح> شیطان یعنی موجود آسیب رسان در عربی ها. ابلیس هم یکی از شیاطینه به شطوری که خیلی رم میکنه اذیت میکنه میگن شیطان میگن آسیب رسان داره از لب چیزی که شکسته آب نخورید شیطان داره باکتری داره میکروب داره آراستگی اون جامعه اون گروه اون تشکیلات بعد ما تو مسجد و میری تو سجده بیهوش میشی دیگه سجده آخرته بلند نمیتونی بشه یا جوراب به جلویه. بوی زیتون میده لامستم نظم اون خیلی مهمه کسی نباید عقب بیفته نه کسی باید جلو بیفته فراغب عنکم مارق و لازم و لکم لاحق و المقصر و فی حقکم زاحق در مورد معصوم چی گفته میشه؟ میگه نباید از شما جلو زد نه از شما عقب موند و لازم و لکم لاحق اونی که ملازم شماست و ملحق به شماست نه از امام جماعت میتونی جلو بزنی نه خیلی عقب بیفتی تشکیلات باید با هم حرکت کنه او گوسفندی که عقب میمونه رو میخورن گوسفنده اون گوسفندی هم که جلو میزنه رو میخورن گرگا گوسفنده من نماز جماعت بخونیم که اینا رو یاد بگیریم که تمرین کنیم که تو زندگیمون به کار ببندیم چون ذات ما انسان ها اصلا زیست اجتماعیه قبله این نماز به کدوم سمت هر طرف وایستد بخونید الله اکبر نه جهت بر رو به سمت خدا باشه این همه الله اکبر الله اکبر یعنی خدا بزرگتر علت هست خدا بزرگترین است اصلا بزرگی جز خدا وجود ندارد اصلا جز خدا هر کیو بزرگ دیدید شما دچار شرک شدید لا حول ولا قوت الا بالله اصلا حول قوهی جونی وجود نداره جایی زوری وجود نداره قوهی وجود نداره الا بالله وقتی میگه الله اکبر او بزرگترینه بری پی کارتون هرکی که میخوای من آسیب برسونی جهت رنگ خدا داشته باشه جهت اون جامعه الهی باشه رو کرداش الهی باشه تو اون تشکیلات هر کسی داره زیست داره انجام میده فطرتش خوش رنگتر بشه مهربونتر بشه آدمتر بشه بگیم بچه من رفت تو این, گروه این تشکیلات برگشت آدمتر شده احترام به مادرش بیشتر نگه میداره حق مردم میده اگر در این جامعه مورد 16 هم رهبر تشکیلات ولو دوچار خطایی شد در هر تشکیلاتی که ممکنه شکل بگیر بالاخره یه کسی مسئول اونجا سیه دوچاره تره معمومین تذکر میدن سریع امر معروف و نحی از منکر وجود داره تو جامعه نباید بذارید بمیره یا اشتباه باید تشهد بایسته میخواد باشه یا الله اکبر الحمدلله آقا میفهمونن داره اشتباه میگه رسانه اجتماعی هم با این جمعه مکبر سری تذکر میده یا درست کن تو صحب بود دوچار خطا شدی برگرد سری به جامعه دیویس نفر آدم تو اختدا کردن یعنی یک عقل جمعی این مثلا این دیویسی زد نفری دور همه همشون نماز و حفظ میکنن تشکیلاتشون رو حفظ میکنن این باید باشه تو جامعه جامعه امر عروف نهی از منکر مرد تمامه امروز به عزیزی میگفتم داشتیم با این بحث میکردیم صبح مسئولیت حقوقی غذایی داره گفتم میخوای تو جامعه امر معروف نهی از منکر بمیره گفت نه گفتم بدون این کاری که داره الان بعضا صورت میگیره اینا میکشه امر معروف نهی کرد گفت خب این خطاها رو داره این خطرها رو داره گفتم میدونم میارزه میارزه مگه نه اینکه تو جامعه بعضی موقع برای یه سری چیزا سوبسید میذارن نمیذارن پول نمیدن برای یه سری چیزا چرا پول دارید حرمون میکنید میگه میارزه اینا بیان تو این مسیر تو این برماشه، خوبه نه بذاریدم رو حرف نهید اگر اصلا مشکه کی تنمونه هدف قیامش هم رو از منکره واجب فراموش شده یه عمری هم باقی باشه یه راجب اینا باشین حرف زن. اگر اتفاقی برای امام جماعت بیفته اون تشکیلات نمیذاره کمر تشکیلات بشکنه همه نخ تسبیح پاره بشه دونای تسبیح بریزه زمین سری اولین نفر که پشت سرش وایساده میره جلو میست نماز باید ادامه پیدا بکنه از همه چی تره مورد اجدهام نباید اجازه داد حواشی بیخود مسیر اصلی جامعه و تشکیلات رو از ریل خودش منحرف بکنه کسی جواب کسی رو نمیده سر نماز یه مسئله مهمتره سکوت الان اونجا گم نکنیم مسیر اصلی رو مورد 19 هم خیلی مهمه تو مکشال المکارم هم گفته شده پرهیز از شهره شدن در اصر غیبت میدونید که از وظایف منتظران میگه که تو عصر غیبت خیلی خودتون رو تو چش نیارید دقیقا می‌بینی زیستش برعکس زندگی الانه میگه شهرش رو لایک جمع کن شهرش رو ولو به کار غلط چه <applause> کار عجیب غریبی کن همین برگردن نمیخوام کسی رو اسم ببرم و دوست ندارم ضد حال بهشون بزنم نمیخوام دنیاشون رو خراب کنم اما توی نیستا کم نداریم چیز هنشان شروع میکنم یوی همجه با هم دیگه رقصیدن مسخره هم میرخسن کلی محل توجه قرار میگیرن کامنتار هم که میخونی ملت فقط دارم مسخره شون میکنه یا 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 هر دفعه یه چیزی یه جانری دیگه. حرف برای این خیلی زیاده برای زدنش بگذاریم یه وقت دیگه مورد بیستم اگر نماز جماعت نزدیک مسجد باعث اختلاف و پراکنده بشه جایز پراکندگی بشه جایز نیست در کنار نماز جماعت نباید نماز جماعت دیگه علم کنی فکر کن امام جماعت اینجا نماز اون گوشی شما نماز جماعت دوستان درست نیست جایز نیست هزار جور فکر و حدیث به وجود میاد میگن امام عادل نیست چه مشکلی داره خراب کردن این یعنی پرهیز از تشتت یک پالس عصبی تو اون جامعه فرستاده بشه این چنگانگی خطرناکه عمده یه نکته میخوام بهتون میگم خیلی جالبه و مهمه ببینید شما دیدید بعضی از این مخلوقات و خدا و بعضی از این حیوانات ای حرکت میکنن درسته؟ بعضی از حیوانات برای در امان موندن دل بدم من برای در امان موندن استتار میکنن. درسته نه؟ مثلا افتوپرست شب هم رنگ همونجا میشه. این شیر برای اینکه بتونه خوب شکار کنه رنگش رنگ همین علفای خشک آفریقاییه. درسته؟ اینو میفهمیم اما یه چی دیگه است. این حیوانایی که گله با هم حرکت میکنن همشون شبیه هم هستن. مثلا گوره خرا همشون شبیه هم, هم. چرا؟ اینا چجوری میتونن استتار؟ اصلا گوره خر میتونه استتار کنه با اون رنگ سی و سفیدش؟ گفتن آرزو چه گو؟ آرزو اینه که یه عکس رنگی بگیرم چرا؟ این چه نوع استتاریه؟ عجب نمشتی استتار از شکارچی در بین رفقا میدونی شیرا میخوان گوره خر رو شکار کنن چجوری شکارش میکنن اینا که همشون شبیه همه اینا قاطی میکنن نمیتونن بگیرن اینا بعد یکی رو تارگت بکنن هدف بگیرن دنبال همون بدون برای همین تا یکیشون جدا میشه دنبال اون میدون چون چشمشون میریزه به هم نمیتونه اینا ببین استتار تو خودت یعنی بین بقیه استتار کنی که تک تکتون همینو که نتونن بگیرنتون پرهیز, از شهره شدن یعنی بیای تو چش زدنت میگن این بود آه. بریم سراغش ای این کارام ازتون بر میومد قایم میشه یا فقط کافی اون مثلا چه میدونم اون بند خدا گوره خره یه زخمی هم داشته باشه یا خونی شده باشه دیگه ولشته میکنم پیداش میکنم یا جسش کوچیک‌تر باشه تو چش بیاد مثل بچه های اینا عمله میکنن چه استتار استتار در جمع یعنی اختفای در جمع در واقع باید گفت قایم میشی تو خودیا که هیچ وقت نتونن اون تک بیارن یا همه باید یه رنگ شد کسی نفهم آقا اینجا کی به چی کی به چی تو این تشکیلات و تو کار گروهی اینا لازمه نماز نماز جماعت یاد گرفت مورد 21 خود سری کردن ممنوع یعنی گوشه وسط نماز جماعت یه کار دیگه داره میکنه این کل نماز جماعت میبره زیر سوال همه برمیگردن به اون یه نفر نگاه میکنن توجهات همه رو برن. متوجه خودشون میکنه. یه نفر دیگه تو نماز جماعت یه خورده عقبه دیدی مثلا همه تو رکوع هم میره. یه چیز مثل برج میلاد زده بیرون هم بره والا دور بید. چی؟ تو چشم میاد اشتباه برای همین نماز فراد و خوندن کنار نماز جماعت نه 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 دیگه نشد دیگه تو نه خود سری کنی تو جزی از اینجا هستی معذوریتی داری عجله داری کاری داری باشه یه گوشه هیچی نبیندت نه کنار امام زمان پنج قدم اونورتر داد بس خودی نمازی رو بنداز. مورد دوم اول صفای جلو رو پر میکنن. کسایی که تو تشکیلات جلوتر هستن باید توی این شبکه دینی اینجوری که اینا آدم باید متقی تری باشن هم متخصصر هم با تقواتر فقط تو حکومت امام زمان اینجوریه. یعنی تو حکومت امام زمان اگر میخوای ببینی با تقواترین آدم بعد از امام زمان چه کسیه ببین معاون امام زمان که به نفر بعد از ایشون کیه؟ همون با تقواترین ترینه یعنی پیامبر بعد از خودش کی جایگاه کی مالکی حکومت مالکیه بالاترین مال امیران مومنینه تو نمازه اول باید بیری جلو جلور پر کنی کسی اینکه جلوتر هستن تو تشکیلات باید مراعات بیشتری کنن حسنات و طول ابرار و المقربین چیزی که برای ابرار حسنه است برای مقربین گناهه توصیه به مصافحه بعد نماز توصیه شده بعد نماز قبول بشه قبول بشه. سندی هم داره یا نداره من نمیدونم اما ظاهرا به اون نمازی که میگن پیامبر در معراج در بیت در مسجد الاقصا خون تمام انبیا ارواح انبیا به ایشون اقتدا کردن اون نمازو و بعدش مصافحه کردن و هم دست دادن ظاهرا ادای اونا رو ما داریم در میاریم اینطور من فهمیدم حالا شاید چیز دیگری باشد مهم نیست این توصیه برای چی به خاطر اینکه آدم تشکیلاتی و روابط بالا باشه تو سلام کردن تو دست دادن پیشی بگیره روحیه ارتباط اونس با دیگران داشته باشه مسلح باشه به ارتباطات کلامی مورد بعدی این که در هر شرایطی بشه آدم خودشو به این جامعه برسونه هم امام جماعت یه خورده صبر میکنه هم مکبر اطلاع میده هم بقیه صبوری میکنن میبینیم قواعدش هم داره شما در هر حالتی میتونید به نماز جماعت بره ب... دیدید تو هر حالت به تشهد و سلام هم که رسیدی میتونی تکبیرتو میگی با شما میگی بعد بولم میشه تا رکعت مثلا نماز ظهر مورد بعدی خوب شنیدن و سمت سمت و سات و سکوت نماز با همین شروع میشه باید گوش به فرمان بود باید همه دقت بود خب کی الان فرمان رکوع میرسه کی فرمان قیام میرسه خواب نمونی جامعه رو نصف جامعه رو خواب برده بعد نفهمیدن چیکار باید میکردن تو نماز مورد 26 عم. در نماز کسی انتخاب میشه به عنوان مکبر مؤزن امام جماعت بعضا تو اینا مهم جزو و فاکتوراشی. صدای خوب داشته باشه لحن زیبا داشته باشه تجوید و مخارج و حروف و اینا رو بلد باشه آدم تشکیلاتی باید توان اقناع داشته باشه باید بتونه رو توجیه بکنه گفتم اینا ربات نیستن تو این ایام انتخابات یه بند خوده به گفتش که چرا بعضی از این آدم اینجوری توییت میزنن می گفتم به من چرا او نه اینا تو میگی گفتم به خدای من بگم چرا فکر میکنی مثلا اینا بردن اینا اقنایی اینا حرف غلط از خود من بشنم جلو خود وای میستن من نمیتونم بهشون بگم از این آدم تبعیت کنید آقا ما میخوام بریم بهترین فرد از نظر ما فلانیه یه ده میگن باشه یه ده میگن نه تو همه انتخابات دیدید تو ماجرای اقتصادی مگه نبود یه گروهی ما بودیم تو اقتصادی یعنی داشتیم یه بحث غلط اقتصادی رو شناسایی کردیم گفتیم این خطرناکه برای کشور یه اون طرفی شدن که قبلا پامنبری ما بودن یه دی این طرف بعد تو انتخابات گفت سورت بای با چی بای گفتمان سورت بای مسئله اقتصادی سورت بای چی تا گفتمانشید اون اومد این طرف این رفت باید بتونه اقنا کنی زمان جنگ هم همینجوری بود شهدا رو باید فرماندهای جنگ وای رضایی بر من تعریف می‌کنه ما بعضی موقع گفتیم جون گفت من... اصلا عبارات عجیب غریبی میشه میگه ما تو عملیات آزادسازی چیز در واقع ت... گرفتن فاو که بلفجر اش که بعد اربند رد میشدیم و می ما خیلی کار کرده بودیم میگفت شاید متوسلیان و اشتباه نکنم حاج حسین خرازی اشتباه نکنم دومی رو مد. یادم نمیاد حضور زن نداره 90 درصد ایشون اینا قبول نمی‌کردن میگه میگفتن طرحت آمریکاییه تو میخوای نیروهای ما رو بردین کی به یاد داده این نفوذی بوده هر کی این طرح یاد داده میخوای ببری کل نیرو رو اون رودخونه که عقبه لوجستیک هم چی نداریم دیگه پشتمون رودخونه است بعد با خمپاره ببندن اون رو همه قتل هم بشن این تر تر آمریکایی توسط دشمن داده گفت کلی طول کشید که ما اینا قانع کردیم آخر آخر قبول کردن آخر که اومدن اومدن گفتن برای در محسن به ما خط بده ما عملیات کنیم یه 500 متر مثلا خط بده ما میگه گفتیم ما همه خطو پره دیگه حنیت دارید؟ باید توانه مهارت حزم مهارت صبوری قانع کردن حوصله داشتن وقت گذاشتن حرف زدن خونه دل خوردن آدم عجول نمیتونه کار تشکیلاتی بکنه همه اینا برای شما که بحث من براتون جدیده همه اینا در ادامه دو سال قبلها ها چی شد فلانی تونست تو شبکه امام معصوم بمونه اینا رو تمرین کرده بود یوهای امام معصوم از از آماده جنگ شمشیرها در نیام امام حسن آتش بس ده سال یا عبالو خیلی سخته به خدا نمیتونستن تحمل کنن یاد می متلک میداختن از علیک یا مزل المومنین سلام بر تو که ما مومن رو زلیل کردی خار کردی اینجوری مطلق میداختن کیا بعضش اومدن شهید شدن یکی از این کسایی که میگو علیک یا مزل المومن حجر ابن عدی بود یا حجر ابن عدی، یا حجر ابن عدی آقا باید بخیر شد بعد شهید شدن خونه دل باید بخوری بعضا پیش می تو همین کارهای خودمون مثلا دارم. آقا فلانی بیان بنازیمش بیرون اخراجش کن میگم اه مش بیرون چی بشه بعضی دیگه کارکرشون چیه تعمیر کاری نیستن تعویز کارن نه ولش کن میره سراغش میگه آقا دینامت سوخته بود تموم شد اون تعویز کاری که هیچ دیگه سوکت در میه سوکت میچسبونه چهار تا پیچ میبنده دیگه عمه منم بلده بعضی سری حالا حسین این تو شبکه‌های سیستم اقتصادی اینجوریه میگه این مدیر برو مدیر خوب بردا بیار میقاپن از هم حقوق بیشتر میدن بردا بیار ایران سلی هم رو اولیار میقاپ هم رو اولی ایران میقاپه <تصفح> ما خبر داریم اینا رو یا این دوره خارجی رفتن رو بردا بیار چقدرش میدم یا 50 تا 60 بده برش تا بیارش یعنی چی میگه بهلش کن اینجوری نیست برای ابو عبدالله برای یه زهیر کلی وقت میذاره برای یه هور کلی وقت میذاره میگه بیا تو شبکه ما تو هم بیا جز یاران و حسین باش میبینید خیلی وقت که میذاره که زندگی میذاره برای هور ابن یزید ریایی همه اون آبایی که بعدن گفتم قطره قطرش فریاد بچه ها بالا میرفت داد به اسبا و شطورای هر ابن یزی وقتی رسیدن تشنه بودن به سپاه مشکار همه داد به پر کن آب بخورن آروم آروم به شطورا و اسباشون آب بدید یه وقت بخ... اسب میدونید یه این اتفاق بفته کلیک میکنه چی میگن چیزی میگن می نمیرن یه وقت آرام آرام با آرامش به حیوان اونا آب بدید حجت تمام کنه یه هر هم یه نفر رو نجات بده انگار بشریت رو نجات بده این نماز احساسات داره این خودش یه سرفصله عنصر عاطفه باید باشه تو تشکیلات باید موج بزنه نماز جماعت اما تو تنهایی هم وصلی به خدا به اذکاری که میگی دقت داری میکنی اش تو چشات حلقه میزنه الله اکبر میگی تنت میلرزه تو سجده که میفتی یا رب میگی سبحان ربی الاعلا و به حمده میگی دلت میره اصلا ویژگی نماز شیعه میدونید به آتفشه اینشالا خدا توفیق بده حج برید تو اونجا میبینید به خدا از گریه کردن های سر نماز میشه فهمید به کیشی از کیشی نیست هستن تو برادن اهل سنت هم هستنی و خدا که برداشت غلط نشه اما برید ببینید دیگه با نه با آرامش با احساسات بچه از سر کولش میره بالا آج قاسم تونه، گلات سر نماز بشه بچه پیامبر نماز و کش میداد تو سجده میمون که ما مثلا مامسان بازیشون رو دوش پیغمبر تموم شد حالا بچه داره نماز میخوره رو بچه میگیرش قطع نخاش میکنه همونجا پرتش میکنه بچه سم باید یک کاری بکنی که بچه سر نماز بگه آخ چون الان وقتی اینی که هر بلایی من سر این بیارم هیچ کار نمیکن باید اون حرف خطرناکاشو وقت نماز بیاد به تو بزنه بگیم وقت نماز مهربون ترین حالتش اون موقع این بچه داشته نماز میشه یا نه گویا هرچی چی کتک بوده سر نماز خورده هرچی دستور سر نماز الله اکبر الله بعد این الله اکبرم باید بفهمی یعنی چی دیدید باید, باید بفهمی خودت باید بفهمی مثل مثلا مادره داره سر نماز میگه الله اکبر الله الله اکبر بعد بعد بفهمی منظورم این چیه بهم چی داشتی میگفتی بابا او قابلمه رو نمیگم برو اون یکی قابلمه رو بردار ببر اونجا بذار پر آبجو همه اینا تو همین یک الله اکبر بود <applause> آره 28 اشتباهات جزئی که در نماز جماعت رخ میده به واسطه حضور اجتماعی دیگران پوشیده میشه تو نماز جماعت خطاها هم دیگر رو میپوشونن اشتباهات جزئیه که اگر تو نماز فرادا بود سجد صحبت باید میرفتی <applause> این جامعه با هم رشد میکنن خطا پوشی کنید الان وقت کری خوندن نیست وقت تحقیر کردن نیست وقتی یکی و یک کنجگیر انداختن نیست امیر المومی فرماد یاد بگیرید یاد بگیر زن و شوهر یاد بگیرن همدیگر رو حضرت برای زن و نمیگه. چون زن و بیشتره پدر و مادر رو یاد بگیرن عذر بتراشید فردی رو کنج رینگ نندازید گیرش نندازید یه جا داره یه بهانه میاره برای در رفتن که این کارو نکرده بپذیرید تا الان که دیگه کارش بشه نه این یعنی چی؟ آدم ها اگه قرار بدی سر موضع کنی به این پیامر انقدر میپذیرفت بهش یه گوشه هر چی بگی گوش آیه قرآن نه یه هر چی بگی میگه باش چقدر ساده است قرآن گفتیم براتون بهتر گوشه ها یه روزی کهشون برگشت به پرمه گفت چرا هر چی میگن تو باور میکنی پیامبر فرمود آخه اگه به روش بیارم داره دروغ میگه دیگه سمت من نمیاد از خجالت بعضی موقع طرفی خطایی کرده اون خطا رو لختش کنی بازش کنی واضحش کنی باعث میشه دیگه چی روش روی طرف باز بشه بگه من با چه روی به ببل کن بابا نکنید این کار حالا فهمید یه غلطی کرده این بچه نه یادش رفته یادش رفته حواسش نبود فکر کنم حواسش نبود ول کنید نه بود من برم دوربین بیارم میخواد چی چی ویدیو چک کنیم نمیدونم فلان دیوونه بعضی از زن و شوهر نه بس من برم بهت بگم به خدا تو ببین تو گوشی من پیام دادم نگاه کن من بهت گفته بودم تخم مرغ سه تا بخری چرا تارتا تا خریدی می تو اصلا منو دوست نداری به حرفام گوش نمیدی دیو دیوونه ای اولویت خود نماز جماعت به فراداس ولو اول وقت جایی که میشه نماز اول وقت عقب انداخت چیه میگن میخوام جماعت بخونیم بذار همه جمع یعنی رفع نیازهای تشکیلاتی اولویت داره به رفع نیازهای فردی جامعه مهمتر بقل لسیمان ما امیر اینقدر پیامبر سفارش به همسایه کرد من گفتم این لابود ارس میبره ما یه ما گفتم لابد نکنه ارس میبره بعد اینجا ما چه قصه با همسایه داریم با همکارامون داریم چقدر اذیت میکنیم هم دیگر رو یا آخراشه سیوم افراد غیر بالغ رو تو نماز بین خودتون بچینید این یعنی چی؟ یعنی تربیت نسلی چقدر ضرورت میبینید با بچهتون حرف بزنید با هموطنتون حرف بزنید خودتون توضیح بدید مطابق عقل و فهمش به اندازه عقل و فهمش بچه که داریم میگیم بعضی از نظر عقلی بچه ولو پنجه سالش باشه ولو سی سالش باشه میگه بچه رو تو جامعه نماز جماعت بچینید اینو یاد بگیره کار یاد بگیره پاشو باجون بیا مهرار تو بذار آفرین سجاده رو تو پن کن بذار بازیش بدید خدا مساجد ما رو از دست بعضی از این هیئت و منان نجات بده <تصفيق> <آه>. <تصفيق> پدر صاحب بچه تو بچه دو تا بچه مادن آه چه اینا سر صدا میکنن اینا رو بگیر بنوزین بیرون اینا تا شب میرن چرا روشن نگه میدارن این دیروز رفته در و باز گذاشته میگیم در کجا در دستشوی رو میگیم پس برن چیکار کن تو دستشویی غلط ها باید اونم نظم و یادش بدی فلان اما یه که دیگه بمب اتم که ننداختن که داشت خود نوجوانی خودت یادت بیاد افراد حاضر در تشکیلات قواعد تشکیلات رو میدانند ولو استفاده نکنند افرادی که نماز جماعت میخونن هیچ کدومشون هیچ وقت هم دو سوره رو نمیخونن اما حفظن یا نه حفظن باید بدونن اون قواعد رو یعنی اون امام جماعت باید یاد بده چون هر کدام اینها ممکن است روزی امام جماعت باشد چون هر کدوم آنها باید بفهمد چرا این کار دارد میکنن بفهمد چرا من دارم خدا دارم حمد میکنم به یار گفتن قلو بلا قلفه بده احد احد بده سمد لم دادین و لم دادون و کفرش در اومد نمیم چی میخونه دیگه این امسال صحبت خواهیم کرد مهارت های تشکیلاتی چیه مورد سی و دو حریما رو تو جامعتون از بین نبرید این که زن و مرد جدا وای میسن یعنی حریما حفظ میشه یا حائلی بینشون زن حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود و ترک سرقه ایجابا للایف از اون حرف خطرناک و باز ما دیدید که بعضی دید از فرماشات اهل بیت که میخونی خطرناک میشه یه جمعه چیزی گفتیم باید. این چه حرفی؟ ببخشید امیرالمومنین فرموده از میخوام از منظر شما شرمنده شما هی. چی میفرماد ازت؟ میگه که ترک سرقت دزدی رو کم کنید تو جامعه ایجابن ایجابن لیل تو جامعه زیاد میشه کی میگه؟ رفتم میره تو سایت های حوزوی دمان که پس با توجه به این منابع میشود این گونه گفت که انجام دزدی یکی از عوامل از بین رفتن حیا و افت میشود الان می دختره بگو حجاب تپس کن می شما هم دزدی نکنید چای دبشتون رو درست کنید تا من روزه اگه واسه بیاد جلو چای دبشتون مثلا نمودارای مالی بالا پایین میشه اگه اینجوری مثلا بگی اینجوری درست میگه مردان برن چادر سرشون کنه اگه مشکل اقتصادی حل میشه نه یعنی این بهانه رو میبینی چون این حتک و حتاکی وقتی صورت میگیره آدم وقتی طرف بی میشه همه جا بی میشه تو زبانم بی حیاست تو رفتارم بی حیاست تو نگاهم دریده است تو دست اندازی به پول مردمم بی حیاست این حیا و عفت مهم جامعه میگه از بین نبرید برای خودتون میگه خودتون میگه برای خودتون میگه من آفریدم من میدونم چی آفریدم سی و سه جامعه باید همه افراد توسط هم رسد بشه میگه میان امام و معموم و همچنین میان معمومی نسبت به همدیگه چیزی که مانع دیدن است یعنی حائله نباید باشه هر حائلی ممکنه زمینه فساد فراهم کنه سوء تعبیر وجود بیاد سوء برداشت وجود بیاد انحراف وجود بیاد تفرق وجود بیاد شما نمیدون نمازا رو بعضی از این عکس‌هاش اومده بیرون طرف سر چاره که چرخیده دیدید دیگه دیگه خوب نمیبینه رو نمی‌بینه اینا با چاره میچرخن یعنی 45 درجه اینوری دارن که نماز میخونن. عکس‌هاش از تو اینترنت نمی‌بینه طرف دیگه آقا میخوان نماز بخونن یه پارچه مینازن روی این ای که اون طرفش خنومه هست که آقا صف اول اینجا سا از اینجا داره تشکیل میشه بهشون میگن نران چور جان جلوتر از امام و وایستن این یعنی جامعه باید شفاف باشه اگر شفاف گردی جامعه رو امکان دزدی فراهم نمیشه حالا فکر کنیم مثلا تمام مسئولین ما بدونیم چقدر حقوق میگیرن اموال داراییشون چیه موقعی که پ... گرفتن موقعی که پس دادن چطور میخواد دزدی کن خیلی سخت میشه یعنی برام امیرالمؤمنین مسئول براتون شفاف بود مردم مشارکت می بیاد مردم خودتون ببینید عرض کردم امیر به المال که پخش میکرد کفشو جارو میزد خاک روبش رو میریخ بیرون در باز میزدش ملت رد میشه نگاه میکرد خالی دو رکت نماز بخون توش هیچی نمون مردم بیان ببینید با خیال و راحت شما میرید یه جایی میبینید آقا مثلا ممکنه رفتار شما مورد سوء برداشت بشه آبرو خودت مهمه دیگه میگه آقا در باز بذارید سی و چار. هیچ طبقه ممتازی نداره مبنا سعی کوشش خودتونه الان نگاه نکنید اینا باز خوشون جا میذارن تو نماز جامعه این کار درست نیست هر کی زودتر رسید جامعه اونه امیر فهمات صف نف... نف... اول انقدر زیاده که اگه مردم میدونستن چیه به روی هم شمشیر میکشیدن هر کربلا رفتید دیدی دیگه میان زودتر سجادشون رو میکنن میشینن دو ساعت مونده به نماز تو حرم وزن اینجوریه اون سواب اول هر کی زودتر اومد بازار امیرالمومنین هم اینجوری بود یه سری جاهای درست کرده بود و هر کی زودتر اومد نشست. سر نشسته امروز میدونی چرا چون اگر یه نفر یه شانس داشته باشه همون دفعه اول بیفته سر جای خوب چون جای خوبه پولدارتر میشه چون پولدارتر میشه فرصت ها برای اون چیه بیشتره این بغل دستی هم میگیره اونم میگیره اونم میگیره لحظه می کل بازار رفته دست یه نفر نمیخواد رانت به وجود تو از ابتدای رانتی داشته باشی هنری نکردی تو اینا سرعتت مثلا با تو کار از 120 شروع کردید اون بقیه باید آ رو بکشه، و بذاره دنده و حالا گاز بده و نامردیه حضرت با این نامردی و مخالفت میکنه 35 نماز جماعت ها در ظهر در جمعه همه یکی میشه یعنی عین اینکه شما تشکیلات کوچکترتون رو دارید به تشکیلات بزرگتر هم باید فکر کنید عضوی از تشکیلات بزرگتر بودن به معنی حذف شدن در تشکیلات بزرگتر نیست هویت خودشو داره نمازای ظهر جمعه تعطیل همه با میرن چی؟ نماز جمعه مورد سی و شیشم در شرط بسیار که جامعه خاصه و جامعه در خطره شما تقسیم وظایف کنید مثلا تو جنگ آی قرآن داریم میگه نصف بشید نصفی سلاح به دست وایستید نماز بخونن بعد جاتون عوض بکنید حتی کیفیت هم گفته گروه دومیان چه جوری سلاح داشته باشن گروه اول چه جوری سلاحشون رو یعنی یه جاهایی تشکیلات لازم یه دی برن دیدبانی بدن بله. مورد سی و هفت، پیوستگی باید داشته باشه این جامعه نماز بس باشه دام... جامعه که دوچار خلع باشه جامعه انقطاع میان نسلی باشه جامعه پویایی نیست تجربه ارزنده اجتماعی باید انتقال پیدا بکنه باید با بابا بزرگ نوه باید با بابا بزرگ رو درک کنه چهار تا ضرب المثل براش بگه یاد بگیره زبان رو یاد بگیره کلمات یاد بگیره الان شما دیدید مثلا پدر, ما... پدر بزرگ مادر بزرگا انقدر که با نوهشون خوبن با بچه خودشون تو بچگی اینجوری نبودن خود بابای برمیگرده میگه والا به خدا با ما اینجوری نبودی تو انقدر با این نوه خوبی ما سیرا به محبت میکنن نه فقط فکر کنید مثلا ما ایرانی ها اینجوریم کشور دیگه هم اینجوری این نسل باید حفظ بشه این خطرناکه اگر شما این انقطاع صورت گرفت دشمن میاد بس میشه او یه شارژش میکنه دیگه یا اول فصل بعدش برای ما چل مورد آماده کردم که تموم شد مورد بعدی به اون جامعه باید پاک باشه برای همین قرآن میگه که تحر بیتی پاک کن از هر چیزی به های فسادزا سیاسی فساد امنیتی فساد اقتصادی فساد ارکوفتی اخلاقی چون ما فقط فساد و فساد اخلاقی میفهمیم نه رانت های سیاسی وجود داره به خدا از همه اینا بدتره این جریان های قدرت حاکم میشن هیچ کس دیگه جز خودشون راه نمیدن الان تو آمریکا چقدر احتمال وجود داره یه نفر غیر دموکرات یا غیر جمهوری خوا رئیس جمهور بشه هیچ یا حتما باید جز لابی سیاسی من باشی بعد پاک کرد جامعه و تشکیلات از هر گونه بسترهای این شکلی قرآن میگه به حضرت ابراهیم میگه پاک کن اینجا رو به حضرت ابراهیم و اسمان میگه تحرا شما دو نفر پاک کنید اینجا رو برای آکفینو. نمازگذاران و اعتکاف کننده ها بدون عذر نمیشه از جماعت جدا شد و نیت فرودا کرد حتما باید یه عذری داشته باشی اینقدر این اهمیت داره مسئله بعدی این که ما علمان های دیگه هم تو نماز داریم که این نشون میده مهمه مهر ها میگه تربت بشه یعنی این جامعه شهادت طلبه این جامعه جامعه ایسارگره این جامعه بعد از نماز دعا میخونن دعای کیو میخونن دعای فرج میخونن منتظر این جامعه بوی المانا کار بکنید تموم شد بله این که قرآن نه صلات و کنار صبر آورده استعین رو به صبر و صلات یعنی این مسیر مسیر سختیه شکگیری تشکیلات زمان بره به این سادگی ها نیست مثلا ما ایرانیا تربیت تشکیلاتی نداریم میخوام دریم مثلا خلقمون تنگ میشه اینا بچگی باید اینجوری عادت کنه حالا این من شب های مفصل صحبت خواهم کرد براتون مثلا بچگی اینجوری بار اومدیم از بچگی اون که خوب دیریب میزنه تو چشه نه کسی که کارو خوب تیمی میکنه اون اون آفرین داره اون که پاس میده نه اون به قولی به قولی اون گوره خری که تو چش نمیاد تو گله داره کارش انجام میده و در پایان اینکه تمام نمازهایی که ما میخونیم همه برای این است که اصل نماز در قرآن گفتیم یه یعنی ولایت اهل بیت و اصل اینها صلات من یوم الجمعه یعنی امام زمان از جلال تعالی فرجه و شریف تمام این کارها برای اینکه که ما آماده بشیم روزی که ولی اصر از جلال تعالی فرجه و شریف ظهور فرمود ما تمرین کرده باشیم که بتونیم بهش به بندیم. کیا به امام حسین رسیدن؟ کسا که قبلا تمرین فداکاری کرده بودن تمرین از خود گذشتگی کرده بودن تمرین شجاعت کرده بودن سرزرب که آدم یهویی شجاع نمیشه که سرضرب از جونش که نمیگذره این آدم ذاتن فداکاره این آدم ذاتن غیرتی این آدم بامرام و داشمشتیه قبلا تمرین کرده تو زندگیش که اون شب اون لحظه وقتی ما موسیقی میگه برید نمیره یا من تعناد بذارم آقا نامردیه برای همین به قول مرحوم آقای مشتدی گفت خیلی از این نماز شب خونا و مفسرهای قرآن ما حسین تنها گذاشتن داشمشته باش و ایستادن تا آخر بعد در از هر کسی که دست اهل بیت منو بگیره از این صحرا برید که من اینا فقط با من کار دارن و شما کار ندارن همه بلند شدن ناراحت شدن اولین کسی هم که بلند شد از ذات عباس علیه السلام بود آقا در مورد ما چی فکر شما اون که بلند یه هزار بار آتیش هم بدن خاکستر هم و باد بدن تو آب بریزن بازم زنده بشم من با تو بایی میستم یه ما شمشیر میترسم مگه نبود شوزب آبست برید قصه شنو بخونید دوتا رفیقو یاران امام حسین نمیمادم باش به جنگ اینقدر شجاع بود زره شده رو برد بالا لخت شو یعنی گفت بابا بدبخت این گوشته اون شمشیر بیاید دیگه تمرین کرده شجاعتو زیسته خیلی قشنگ خدا رحمتت کنه شهید سلیمانی و کی شهید میشه؟ اونی که شهید زندگی کرده شهید زندگی کن شهید بشی پر نماز باشه الله اکبر شروع میکنی خارشت میگیره به اون فکر میکنی به اون ور فکر میکنی خود از یه تجزه نظری صورت بگیره همه ی اینا تمرینه به امام حسین رسیدنه همینا تمرین به امام زمان عجل الله تعالی حسین زمان ما عجل الله تعالی فرج و شریف رسیدنه اون موقع دیگه یاد میگیری تمرین کردن نسبت اون بچه هم تو جامعه هست ببخشید امشب قرار نیست شبادی اینقدر طولانی بشه من مجبورم این خلاصه ده شب قبل رو بگم که بگم این حالا یکم بیشتر شده چل تا نکته تشکیلاتیه نماز جماعت فقط خب برادر از اون تشوردن استفاده می‌کنم از مدد از آن حالتون برادر بزرگوارمون خودم هم استفاده می‌کنم توفیقیه با صلواتی بر محمد و محمد